به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف هفتم امیدوارم که جانتان جور و سهدمند باشید شاگردای عزیز به مضمون ریاضی خوش آمدین خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی را با هم دیگه می درست است فصل چندم هستیم فصل پنجم مثلث ها و چند ها درس اول فصل پنجم بخیر امروز شروع میکنیم. درس اول ما و شما هست خب شاگرد عزیز اهدافی که ما و شما امروز با هم دیگه دنبال میکنیم و عنوان که میخوانیم یک چی است اقسام مثلث از حیث از لا، و دو اقسام مثلث از نظر زاویه که ما و شما اول میگیم مثلث چی است ولی مثلث ها را دستبندی میکنیم که از لحاظ یا از حیث از لا به چی شکل ما شما دستبندی میکنیم و از نظر زاویه چه رقم میشه درست است خب قبل که بریم سر تخته و درس شروع کنیم بحث مهم کارخانگی کارخانگی درس گذشته رو با ما روان کردین از چه طریق روان میکردین از طریق واتساپ نمبرشون بگین خودتان دو صفر نه چهار درست است اگر کدام سوال کدام مشکل در حل کارخانه یک کدام پیشنهاد یا انتقادی دارید توانید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبر که به شما خواندم درست است شاگرد عزیز پس میریم سر تخته و درس امروز شروع میکنیم بخیر پس میریم سر تخته خب شاگرده عزیز و گرامی مسلس و چندزلی ها عنوان فصل پنجه ما و شماست اما مسلس اول مسلس میگیم چی است مسلس چی است این خود خب شما یاد دارین دیگه دا در دا سنفای گذشته خواندین ولی تعریفش میکنیم مسلس میگیم چی است مسلس یک سزل است درست است میتون به شک بگیم هر سه نقطه که در صفحه در صفحه ما سفر خود یا صفحه میگیم در فضا سه بودیر کار نداریم دو بودیر کار داریم هر سه نقطه در صفحه که روی یک خط قرار نداشته باشند را به هم وصل کنیم میشه یک مثلث درست است نکته شی صادق دقت کنید فکر باشد که سه نقطه ما و شما روی یک خط نباید باشد پس سه نقطه در صفحه که روی یک خط قرار ندارند را اگر ما این سه نقطه را به هم وصل کنیم تشکیل یک مثلث به ما و شما میدهد درست است به عنوان مثال دقت کنید پس من نام نوشتن مثلث ما و شما اگه سه نقطه داشته باشیم یعنی یک نقطه دو نقطه سه نقطه یا رو به هم دیگر وصل کنیم صحیح است تشکیل یک مثلث با ما و شما مت مثلا A نقطه A نقطه B و نقطه C دقت کنید اگر سه نقطه ما و شما روی یک خط باشند یعنی در امتداد باشند به با اونان مثال ای A باشد ای B باشد و ای C A B C یار به هم وصل کنیم دیگه تشکیل یک مسلس با ما و شما نمیدهد چون روی یک خط قرار دارد یک خط یک پاره خط بشه صحیح یا یک قطع خط میشه پس تعریف مثلث به این شکل است هر سه نقطه در صفحه یا مستوی که روی یک خط قرار نداشته باشند رو اگر به هم دیگه وصل کنیم تشکیل یک مثلث را میده درست است خب پس مثلث فهمیدیم اما مثلث ما و شما اجزای مثلث ما و شما چی است وقت ما و شما یک مثلث دلخواه داریم سه رأس داریم و سه زل داریم درست است این مثلث چی میشه رأسها ها رأس های از چی است همین نقاطی که گفتیم همین نقاط به هم وصلون به اونا میگیم چی رأس مثلث پس رأس های ما و شما یا رؤوس برش گفته میشه پس رأس ما و شما ای است دیگه بی است و سی پس رأس ای رأس بی و رأس سی درست است اما زل ها زل ها چی میشه زل دقت کنید امی پاره خطی که بین دو راست قرار داره به اون میگیم یک زل پس میشه زل ای بی پس زل ای بی دقیقا پشت سر هم نوشته میکنه یا بی هم میتونم نوشته کنم فرق نمیکنه ای یا بی پاره خط است قطه خط است دیگه نه خط جهت ندارد فرق نمیکنه ای بی یا بی پس هر کدوم نوشته کنی فرق نمیکنه ای بی یا بی ای دیگه چی دیگه ای سی ای یک چی هست؟ یک زل مثلث است پس ای سی و یک زل دیگه هم داره چی هست؟ بگن؟ آفرین بی سی یا سی بی گفته میشه حالا ما بی سی نوشته میکنم بی سی پس مثلثی که ما و شما هر داشته باشیم سه تا رأس دارد و سه تا زل دارد پس روز ما با یک حرف نشون همون نقطه نشون میدیم همون رأس ها با یک حرف ای بی و سی و زل ها را به دو حرف نشون میدیم چی ابتدا و انتهای اصطلاح میگیم البته میگیم دو سر پاره خط میگیم A، بی یا بی فرقی نمیکنه پس سه تا زل و سه تا رأس داریم پس چی شد مثلث آل انواع مثلث ما مثلث ها را دسته بندی از لحاظ چی از لا زل های ما و شما چه رقم باشه پس انواع مثلث یا اقسام مثلث از حیث یا از نظر از لا یعنی زل های او چی رقم میتونه باشه خب شاگرد عزیز ما و شما هر مثلث داشته باشیم به سه دسته تقسیم بشه. سه دسته تقسیم میشه چی است ما میگیم اگر ما و شما مثلث که میکشیم سه تا ضلعش با همدیگه مساوی باشد اگر مثلث ما و شما سه تا ضلعش با هم مساوی باشد با او میگیم مثلث متساوی الاضلاع با او چه گفته میشه مثلث متساوی الاضلاع سه تا ضلعش با همدیگه مساوی است متساوی الاضلاع یعنی سه ضلع با هم مساوی است حالت دوم اگر مثلث ما و شما دو تا زل مساوی داشته باشد به با اون میگیم مثلث متساوی و ساقین سایست دو تا ساق او دو, دو که با هم مساوی است رو میگیم ساق ساقهای مساوی مثلث متساوی و ساقین و اگر مثلث ما و شما اج زلاش مساوی نباشد به با اون میگیم مثلث مختلف الاضلاع پس ما سه نو داریم از لحاظ اضلاع سایست از لازه از لحاظ زل های ما و شما به شک ما و شما دسته میکنیم اگر سه زل مساوی باشد میشه مثلث متساوی الاضلاع اگر دو تا زل مساوی داشته باشد میشه مثلث متساوی و ساقین سیست عمود دو تا زل مسیر ما برش میگیم ساق برش میگیم ساق های مثلث و اون زل دیگر قاعده برش گفته میشه سیست و اگر مثلث ما و شما زلش با هم مساوی نباشه زل مساوی نداشته باشد به با اون میگیم مثلث مختلف الاضلاع پس ما شکلش براتون میکشم خب امی سوال امی مثلث ما کشید کدام است این مختلف الاضلاع یا متساوی ساقین است یا متساوی الاضلاع شما بگین زلاش با هم مساوی است این زل اگه با خط کش بکه اندازه بگیر با اون مثال میشه دو سانتی سه سنتیمتر مثلا سه سانتی میشه اینش میشه چهار مثلا اینش میشه پنج با عنوان مثال که با هم مساوی نیست میبینیم که این زل از همه کلانتر است سه تا زل با هم مساوی نیست پس در دسته سوم قرار بگیره مثلث مختلف الاضلاع درست است پس معیار پاک میکنم و انواع مثلث از لحاظ زل ها را من نوشته میکنم برایتان پس چی نوشته میکنه؟ انواع مثلث از نظر از لا اولیش چی است؟ که سه زل مساوی داشته باشد سه زلش مساوی باشد دقیق باید سه زل با خطکش اندازه بگیم سه زل یا سه زل مساوی باشد درست است؟ به این میگیم مثلث متساوی الازلا متساوی از لا. سه زل مساوی دارد. خب، اگر دو زلش مساوی باشد به این شکل. اینی دو زل اینی زل کده زل مصاوی باشد. سه به این میگن مسلس چی؟ مثلث متساوی و ساقید. اینی سه زلش با هم مساوی است. اینی خط کار روی از میمونه. سه زل با هم دیگه مساوی است. پس این چی شیست؟ مثلث متساوی و ساقید. سعی است متساوی و ساقین خب بان من این کچکتر نشده کنیم جایی شده من متساوی و بیشک و ساقین سعی خب و به این که با هم مسایی است به این ها میگیم ساقهای مسلس و به این میگن قایده مسلس است خب پس یه از مسلس متساوی ساقین و مسلسی که زیلهاش با هم مساوی نباشد بانون مثال زی هیچ کدام زلاش با هم مساوی نیست البته کمی بکشم که مساوی دیده نشوه که به شکل بکشم زل هاش مساوی نیست اینی زل است همه کلانتر تر بعدی زل است بعدی زل است سیست به این میگن مسلس چی؟ مختلف از لا پس مسلس مختلف ازلا سعیست؟ پس انواع مثلث از نظر ازلا به سه دسته تقسیم میشه دسته بندی میکنیم مثلث متساوی الازلا سه تا زلش با هم چیست برابر است مثلث متساوی ساقین متساوی ساقین اگر باشد چی میشه دو تا زلش با هم مساوی است هر دو زله بهش میگیم ساق ساقهای های مثلث و مثلث مختلف ازلا. پس ما و شما مثلث فامیدیم و از نظر ازلا به سه دسته تقسیم میشه درست است خب اما یک نکته شاگرد عزیز در مثلث متساوی الاضلاع اگر داشته باشیم سه زلش با هم مفایی باشد این هم شما میفهمین که من براتون باز دوباره یادآوری میکنم اگر ما و شما یک مثلث دلخواه داشته باشیم با نان عین مثلث ما و شما باشد صحیح است ای باشد ای بی باشد نقطه بی و این نقطه باشد سی سه تا رأس مثلث ما و شما گفتیم سه تا رأس دارد و سه تا زل دارد ما و شما میتونیم زاویه را در مثلث چی کنیم؟ مشخص کنیم. زاویه رو خب مفهمیم. زاویه رو من یک ادوری می‌کنم. زاویه چی است؟ زاویه از سه قسمت تشکیل میشه. یک تا رأس داریم، رأس زاویه و دو تا چی داریم؟ نیم خط داریم. دقت کنید، زاویه تا لاهایتن ادامه داره دیگه. صحیح است؟ این من نامش مثلا x میگیرم و این رو y می‌گیرم. پس این میشه چی؟ اینم بگیریم p به عنوان مثال. پس زاویه x p y. پس این زاویه رو ما میتونیم به دو قسمت، به دو قسم نامگذاری کنیم. بگم x p y دقت کنید باید وقتی سه حرفی ما و شما یک زاویر نامگذاری میکنیم باید رأس ما و شما در وسط قرار بگیره یا میتونه بگیم x p y یا بگیم y p x درست است اما اگر بگیم که p x y غلط است چون رأس ما و شما پی است در وسط قرار نگرفته درست است فرمی رقم شد دیگه نه و یک طریق دیگه هم میتونیم نامگذاری کنیم زاویه را زاویه را با یک حرفی میتونیم نامگذاری کنیم یک حرفی اگر نامگذاری کنیم فقط باید راس نوشته کنیم فقط باید راس نوشته کنیم پس زاویه ایکس با زاوی پی وای با زاویه پی دقیق این علامه بالاش نوشته او علامه چی است سمبل زاویه را نشان میده صحیح پس یک زاویه ما به دو... دو قسم میتونیم نامگذاری کنیم یا سه حرفی یا یک حرفی اگر سه حرفی نامگذاری کردیم باید راس در وسط باشد اگر یک حرفی نامگذاری کردیم فقط باید راس نوشته کنیم صحیح ۳ چرا خم شد نه خب عالی ما و شما در یک مثلث سه زاویه اما سه تا رأس هم میتونیم به عنوان سه تا زاویه در نظر بگیریم درست است با مثلا رسم ما میتونیم با دیگه رنگ میکشیم براتون میذاریم بهش یک مایی را به عنوان یک زاویه در نظر بگیریم شاگرد عزیز دقت کنید یعنی پس این یک زاویه میشه صحیح به عنوان زاویه A ای میگیم این اگر یک حرفی نامگذاری کنیم میشه زاویه A اگر سه حرفی نامگذاری کنیم میشه B که A ما و شما رأس در وسط باید قرار بگیره پس یک مثلث سه تا زل دارد سه تا راس دارد سه تا زاویه میتونیم برو نوشته کنیم پس زاویه چی؟ زاویه A نوشته میکنیم یا زاویه B A C که راست باید در وسط قرار بگیره سهیست؟ خب با آلی شاگرد عزیز زاویه رو میدانیم زاویه رو با چی اندازه گیری میکنیم؟ با درجه سهیست میگیم که چند درجه است؟ 45 درجه، 30 درجه، 50 درجه، 90 درجه سهیست؟ خب علی زاویه مسلف های متساوی از ما و شما اگر سه ولش مساوی باشد سه تا زاویه با هم مساوی میشه صد فیصد و هر کدام چند درجه میشه؟ شست درجه میشه یک باشد پس در مسلس های متساوی از لا زاویه های ما و شما هم چی میشه؟ علاوه بر که مسل ها با هم مساوی است های هم مساوی و زاویه چند درجه میشه؟ شست درجه میشه در مسلس متساوی ساقین دقت کنید اینی زاویه هایی که به ساقها وصل شده یون با هم مساوی است چند درجه است میتونه هر درجه ای باشه مثلث ما فرق میکنه میتونه مثلث ما میل چی کنم قایدهش کلانتر بگیرم یا خوردتر بگیرم زاویه ما و شما تغییر میکنه صحیح است اما در مثلث متساوی الاضلاع دیگه تغییر نمیکنه شما هر چیزی دلار کلان کشی چون ارسه با هم مساوی است زاویه هم 60 درجه میشه اما در مثلث متساوی ساقین زاویه ها این اردو با هم مساوی حالا چند درجه میتونه 40 درجه باشه 50 درجه باشه فرق نمیکنه صحیح است پس فکرشان باشد در مثلث های متساوی ساقین زاویه هایی که روبرو به ساق های مساوی است با هم مساوی است در مثلث متساوی دو ارسه زاویه با هم مساوی است و ارسه هم 60 درجه است همیشه 60 درجه میشه اما در یاد که درجهش معلوم نیست باید اندازه بگیریم فقط میدانیم این زاویه کدی زاویه چی است مساوی است در مثلث مختلف الاضلاع زاویه هر چیز میتونه باشه فقط یک نکته است اینو باز در درس های بعد میخوانیم مجموع زوایای داخلی یک مثلث باید 180 درجه شود از 180 درجه زیادتر هم نمیشه کمترم شده نمیتونه درست است پس مثلث از نها از نظر یا از حیث ازلا به سه تقسیم کردیم گفتیم چی مثلث متساوی لا متساوی ساقین و مختلف الاذلا درست است اقسام مثلث از حیث ازلا رو ما شما خواندیم از نظر ازلا رو خواندیم من ما تیک مارک میکنم و اقسام مثلث از نظر زاویه که از لحاظ از خواندیم گفتیم که به سه حالت به سه دسته تقسیم بشه های چه مختلف الاضلاع های متساوی الاضلاع و متساوی ساقین درست است پس میرم سر تخته ما تخته رو پاک میکنم و اقسام مثلث از نظر زاویه رو حال بر شما میگم که مثلث از لحاظ زاویه به چند دسته تقسیم میشه درست پس میریم سر تخته خب شاگرده عزیز و گرامی انواع مثلث یا اقسام مثلث از نظر زاویه درست است پس انواع مثلث یا اقسام مثلث فرق نمی کنه نوشته میکنم انواع مثلث از نظر یا از حیث زاویه گفتیم در هر مثلث سه تا زاویه ما و شما داریم زاویه داخلی به او گفته میشه پس زاویه داخلی مثلث سه تا زاویه داریم حالی ما و شما مثلث ها را ما و شما میتونیم هر رقم بکشیم از حیث یا از نظر از ازلا که گفتیم به سه دسته چی است متساوی الاضلاع متساوی ساقین و مختلف الاضلاع تقسیم کردیم اما از نظر زاویه چرا خم دسته بندی یا تقسیم میکنیم میگیم که عدد 90 درجه بسیار بر ما شما مهم است زاویه 90 درجه اگر مثلث ما و شما یک زاویه 90 درجه داشته باشد داخل از او به اون میگیم مثلث قایم و زاویه پس اولی مثلثی که چی با داشته باشد یک تا زاویه 90 درجه داشته باشد این زاویه 90 درجه دیگاش کار نداریم فقط یک تا زاویه 90 درجه داشته باشد میشه مثلث قائم و زاویه مثلث مسلس... قائم الزاویه صحیح یعنی یک تا زاویه 90 درجه دارد دقت کنید یک تا دو تا نمیشه چرا چون گفتیم مجموع زوایای داخلی هر مثلث 180 درجه میشه اگر هم 90 باشه هم 90 باشه میشه 180 او دو دیگه چی نمیمونه او میشه صفر درجه وقت مثلث نمیشه صحیح پس یک تا زاویه 90 درجه داشته باشد میشه مثلث قائم الزاویه اگر مثلث ما و شما یک زاویه بزرگتر از 90 درجه داشته باشد یعنی زاویه از 90 درجه چی است بزرگتر است خزایر خوب میفهمید دیگه 90 درجه به این میگیم زاویه 90 درجه از این بزرگتر شده فاصله بین دو تا زل بازتر شده به با میگیم زاویه بزرگتر از 90 درجه به این میگیم مثلث منفرج زاویه صحیح پس مثلث چی میشه نامش مثلث منفرج و زاویه صحیح پس منفرج و زاویه نامش است مثلثی که یک زاویه بزرگتر از 90 درجه داشته باشه دقت کنید اما هم در قائم زاویه هم منفرج و زاویه یک زاویه چی دارد بزرگتر از ای یک زاویه بزرگتر از 90 درجه است ای یک زاویه 90 درجه است اما مثلث مسلسل... حاد زاویه مثلثی که سه تا زلعش از 90 درجه کمتر باشه ببخشید سه تا زاویه از 90 درجه کمتر باشد و فكر زان باشد در مثلث اخر قسم اخر که من نوشتن میکنم مثلث حاد زاویه میشه یعنی چی یعنی که باید سه تا زاویه از 90 درجه کمتر بشه حاده حاده خود میفهمید حاده این افت 90 درجه کمتر باشد صحیح است حاده یا تندمش گفته میشه پس من نوشتن میکنم مثلث حاد زاویه همان مثال به این شکل سه تا زاویه از زاوی از 90 درجه چی است کمتر است پس مثلث حاد زاویه حاد تا زاویه هم میگه حاد زاویه هم میگه فرق نمی پس دقت کنید. در دو قسم اول فقط یک تا زاویش 90 درجه باشد یک تا زاویش بیشتر از 90 باشد اما دهی هر سه زاویش باید کوچکتر از 90 درجه باشد حاد فکر باشد فکرتون باشد چون اگر ما و شما بگیم مثلث حاد زاویه بگیم مثلث که یک زاویه کوچکتر از 90 داشته باشد خ خب این هم یک زاویه کوچکتر از 90 داره این هم داره دقت کنید اینی زاویه را که شما بیر 90 کمتر است هم از 90 کمتر میشه ولی دیگه این منفرج زاویه است چون یک تاش از 90 درجه بیشتر است این قائم زاویه است چون یک تاش 90 است اما این چی است این حاد زاویه باید سه تا از 90 درجه کمتر باشد میشه مثلث حاد زاویه درست است پس مثلث ها را از نظر زاویه ما و شما میتونیم به سه دسته تقسیم کنیم مثلث قایم زاویه پس اینجا فاکتور و معیار ما و شما چی است همین زاویه 90 درجه است اگر یک زاویه 90 داشته باشه میشه قایم زاویه اگر یک زاویه از 90 بیشتر باشد میشه منفرج زاویه اگر سه تا زاویه از 90 درجه کمتر باشد میشه حدت زاویه یا حاد زاویه درست است پس فهمیدید دیگه چی شد پس درس ما شما امروز خلاص میشه عزیز ما مثلث گفتیم چی و از لحاظ اضلاع هم دسته بندی کردیم مثل دسته چی بود دستهاش بگین؟ گفتیم که مثلث متساوی الاضلاع سه تا به با هم مساوی است مثلث متساوی ساقین دو تا زلش مساوی است و مثلث مختلف الاضلاع سه ضلع مساوی ندارد درست است و از نظر زاویه هم دسته بندی کردیم گفت مثلث قائم زاویه منفرج زاویه و حدت زاویه یا حد زاویه شاگرد از یک نکته آخره بگم و درس ما بشه خلاص میشه ما اگر یک مثلث داشته باشیم به یک عنوان مثال این مثلف چی است ایرا دقت کن این از لحاظ ازلا اگر بگیم چی میشه دو تا زلش با هم مساوی است پس میشه مثلث متساوی و ساقین دو تا زل مساوی دارد از, نظر زاویه اگر بگیم میشه مثلث قائم و زاویه پس ای هم مثلث قائم و زاویه است هم متساوی ساقین است پس میشه مثلث قائم و زاویه متساوی و ساقین سایست. پس یک مثلث میتونه از, 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 از نظر زاویان باید بگیم از نظر ازلان باید بگیم اردوش دوش داشته باشه صحیح است پس چه شد مثلث قائم زاویه متساوی و ساقین درست است وقتی میگه بکش منظورش چی است که باید بفهمیم مثلث متساوی الاضلاع لازم... م... بخش مثلث قائم زاویه متساوی ساقین بکش که ساقهای از دو باشه تو چین مثلث باید بکشی درست است پس فهمیدی چه رقم شد دیگه نه خب شاگرد عزیز مثلث از نظر زاویه را خواندیم درست است پس اقسام مثلث از نظر زاویه را خواندیم من رو تیک مارک میکنم پس هم خلاص شد اما کارخانگی کارخانگی تمرین های صفحه 120 و 122 کتاب باید حل کنید به ما روان کنید اگر کدام مشکل کدام سوال یا کدام پیشنهاد انتقادی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق چی از طریق واتساپ نمبر چم 20964 780 255 13 کارخانه گیر واسه این طریق با ما روان کنید درست است شاگرد عزیز و گرامی پایان درس اول از فصل پنجم مانده نباشین بخیر باشین شما رو به پاک و مهربان می سپارون.